دکتر رابرت گرامی، کاشف و دانشمند ممتاز. دوست گرانقدر مردم و مقاومت ایران، به اشرف سه خانه آزادی مردم ایران خوش آمدید. استقبال از شما و دیدار شما برای من و همه این رزمندگان آزادی، برای مجاهدین زندانی و شکنجه شده در دیکتاتوری دینی و دیکتاتوری شاه که حالا بسیاری از اونا در اینجا هستند، و برای تمام مقاومت ایران جای خوشبختی و افتخار است. این برای ما و مردم ما به یاد ماندنی است، به خاطر مقام والای علمی شما و به خاطر حمایت از قیام‌های مردم ایران برای آزادی، و به خصوص به خاطر دفاع صمیمانه شما، اون هم با تمام قلب و وجودتون، از مجاهدین در زمانی که در اشرف و لیبرتی بودند. در هفت حمام خون که طی 7 سال از سال 1388 تا 1395 در مجموع 150 شهید و نزدیک به 1500 مجروح بر جای گذاشت. بله، شما از نخستین حمله تا امروز 22 بار جانانه به حمایت از رزمندگان آزادی و همچنین قیام‌های مردم ایران برخاستید. درود بر شما و دوستان شما، یعنی سایر برندگان جایزه علمی نوبل که در این کارزار عظیم با شما بودند. درود. تاریخ علم آزادی چنین دانشمندانی را از یاد نخواهد برد، بلکه اسم اونها را با خط زرین به خاطر می سپارد، چرا که علم و آزادی دو روی یک سکه واحد هستند که رهایی بنی نوع انسان را، اون هم از جبرهای طبیعی و تقدیر کور و اجبارات بندساز اجتماعی، مد نظر دارد. بله، شما پروفسور رابرتس و ده ها دانشمند نوبلیست دیگه، راهگشایان و پیشتازان همین مسیر در زمانه ما هستید. شما مشعل‌ها و چراغ راهنما برای سایر محققان و دانشمندان هستید، اون هم در روزگاری که متاسفانه ارزش‌های انسانی از جانب دیکتاتوری‌های سرکوبگر پایمال شده، و در دورانی که رزمندگان آزادی بالاترین فشارها و شکنجه‌ها رو، اون هم برای طولانی‌ترین زمان‌ها متحمل شدند. تاریخچه 57 ساله مجاهدین در دو دیکتاتوری سلطنتی و دینی، مبارزه بیوقفه برای کسب آزادی و دموکراسی برای مردمشون بوده. از حدود 120 سال پیش مردم ایران برای آزادی و دموکراسی به پا خواستند. به زیر کشیدن دیکتاتوری‌های شاه و شیخ مهمترین هدف مبارزه مردم ما برای برپایی یک جامعه دموکراتیک و پیشرفته بوده. در بخش اعظم این دوره، یعنی از 57 سال پیش، مجاهدین در محور جنبش این مقاومت بوده و هستند. این مقاومت تونسته یک آلترناتیو دموکراتیک در برابر استبداد حاکم برپا کنه، همچنین الگوی زنده
و سمت دهنده در مورد اصل جدای دین و دولت و ارزش برابری زن و مرد خلق کرده. در دهه اول این قرن مجاهدین در اشرف یک در محاصره دو دیکتاتوری زیر شدیدترین فشارها به مدت 10 سال پایداری کردند. پایداری در مقابل سرکوب بیوقفه که هدفش نسل کشی و انهدام کامل سازمان مجاهدین بود. وقتی که اشرفی ها مورد حمله و کشتار توسط دولت دست نشانده خامنه‌ای در عراق قرار گرفتند، شما به همراه صفحه درخشانی از دانشمندان انسان دوست و نخبگان علمی جهان، دبیرکل ملل متحد، دولت آمریکا، اتحادیه اروپا، مقام‌های کشورهای مختلف و نمایندگان پارلمان‌ها رو خطاب قرار دادید و صلاحیت علمی، اعتبار و مقبولیت بین المللی خودتون رو پشتوانه دفاع از مقاومت ایران و فرزندان اونها کردید. استاد گرامی، کشور ما زمانی مهد بزرگترین دانشمندان جهان بوده، از جمله جابر ابن حیان جرجانی، ابو ریحان بیرونی، ابو علی سینا، زکریای رازی، خیام، فارابی، خواجه نصیر طوسی و خوارزمی که از بزرگترین دانشمندان تاریخ گذشته در رشته های فیزیک، شیمی، نجوم، پزشکی، ریاضی و علوم طبیعی بودند. اما سرکوب و آزادی کشی و همچنین غارت وسیع دارایی مردم توسط فاشیسم دینی اندازه نمی‌شناسد. امروز ایران رکورددار فرار مغزها در جهان است. تنها در 3 سال گذشته حدود 4000 پزشک و 300000 متخصص با فوق لیسانس یا دکترا، شامل 900 استاد دانشگاه، ایران رو ترک کردند. وقتی خمینی در ایران به قدرت رسید، دانشگاه‌ها مقر اصلی مجاهدین بود. در اون زمان مسعود در دانشگاه صنعتی شریف تحت عنوان تبیین جهان درس فلسفه میداد. 10000 نفر با کارت در این کلاس هفتگی شرکت میکردند و متن آموزش ها بلافاصله در ابعاد کلان در برای استفاده سایر دانشگاه ها و هواداران مجاهدین تکثیر میشد. اما خمینی تحمل این رو نداشت و 14 ماه بعد از اینکه به قدرت رسید، در فروردین سال 1359 تحت عنوان مسخره انقلاب فرهنگی به یورش و سرکوب وحشیانه دانشگاه ها رو آورد. تا روز دوم اردیبهشت 17 دانشجو کشته و 2180 نفر مجروح شدند. بعد از اون کلاس های مسعود رو هم تعطیل کرد. لوموند در 29 مارس 1980 گزارش کرد که هر جمعه بعد از ظهر در این کلاس ها 10000 نفر با کارت شرکت می کردند و درس های فلسفه تطبیقی در این کلاس ها به صورت کتاب های جیبی در صدها هزار نسخه به فروش می رسید و نوارهای ویدئویی اون رو هم حدود 100000 دانشجو در 35 شهر بزرگ ایران می دیدند. و باز لوموند اضافه می کنه مجاهدین به صورت یک حزب مردمی یکی از متشکل ترین سازمان های ایران هستند و اگر خمینی نامزدی کاندیدای آنها را در انتخابات ریاست جمهوری
با فتوا منتفی نمی کرد، به گفته شخصیت های متفاوت آنها میلیون ها رأی را به خود اختصاص می دادند و از حمایت اقلیت های قومی و مذهبی و همچنین از حمایت قسمت مهمی از زنان و جوانان کشور برخوردار بودند که قیمومیت روحانیت ارتجاعی را نمی‌خواستند. بله، چنین بود که خمینی دانشگاه‌ها و مدارس عالی را به خاک و خون کشید و تعطیل کرد و اسم اون کودتای سیاه ضد فرهنگی رو انقلاب فرهنگی گذاشت. جالبه بدونید که 2-3 سال بعد از کودتای سیاه فرهنگی که دانشگاه‌ها دوباره تحت قوانین فاشیسم دینی بازگشایی شدند، بیش از 40% از سهمیه دانشجوهایی که به دانشگاه را پیدا می کردن به نیروهای امنیتی رژیم از قبیل بسیج و سپاه و دستندرکاران جنگ ضد میهنی با عراق اختصاص پیدا کرد. امروز هم دانشگاه‌ها و دانشجویان تحت سرکوب و کنترل شدید قرار دارند. بخش زیادی از استادان دانشگاه‌ها در فقر به سر می‌برند. این رژیم تا کنون 10,000 دانشجو و معلم و دانش آموز رو اعدام کرده و هم اکنون عده‌ای از معلمان به دلیل شرکت در اعتراض‌ها، اونم به خاطر حداقل حقوق ماهیانه، در زندان به سر می‌برند. آخوندها برای اداره جامعه از جمله در امور حقوقی و قضایی، اجرای قوانین ارتجاعی هزاره‌های پیشین رو به مردم ایران تحمیل می‌کنند. اما برای بقای حکومت پوسیده خودشون، پیشرفته‌ترین دستاوردهای علمی و تکنولوژیک رو برای ساختن بمب اتمی و پروژه‌های موشکی به کار می‌گیرند. و باز چون که مسعود گفته، آخوندها فقر و فاقه ماهوی یک رژیم ته کشیده و مفلوک را می‌خواهند با اورانیوم غنی شده بپوشانند و آن را بر سریر قدرت حفظ و تثبیت کنند. راستی این چه انرژی صلح‌آمیز و چه علم و دانشیه که سراپاش در دست سپاه پاسداران جهل و جنایت. این چه تحقیق و پژوهشیه که این چنین برای 2 دهه باید مخفی بمونه و بودجه معلمان و فرهنگیان و دانشگاه‌ها و کارگران و بازنشستگان رو ببله. استاد گرامی، میخوام از فاجعه دیگر در حاکمیت آخوندها براتون بگم. در پرونده هجیم جنایت‌های این رژیم، قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 جای ویژه‌ای داره. خمینی در مورد مجاهدین فتوا داد که هر کس بر سر موضعه، یعنی بر مواضع خودش برای آزادی خلق و میهنش استواره و حاضر به انزجار از سازمان و آرمان و رهبریش نیست، باید اعدام بشود. و چنین بود که 30,000 تن سربدار شدند که 90% اونها از مجاهدین بودند. در صف بی انتهای این شهیدان کم نبودند پزشکانی همچون دکتر عادل ملایری، دکتر فرزین نعمتی، دکتر فیروز سارمی، دکتر حمیده سیاهی و دکتر ناهید صدیقی. در مورد همین کشتار بزرگ، شما در تیر 1400 همراه با 10 تن دیگه از همکارانتون در نامه‌ای به دبیر کل ملل متحد خواستار تشکیل یک کمیته تحقیق در مورد کشتار زندانیان 67 و نقش رئیسی، یعنی رئیس جمهور کنونی رژیم، در ارتکاب جنایت علیه بشریت شدید. بله، ویلان
حمایت ها و خدمات شما به این مقاومت، به مجاهدین و به رزمندگان آزادی مردم ایران بسیار بسیار شایان تشکره. مقاومت ما سالها زیر فشار شکنجه و قتل عام و شیطانسازی قرار داره تا از عقاید و از مواضع خودش دست برداره و بپذیره که از آزادی هرگز خبری نخواهد شد. اما ما با خون خود خطاب به آزادی نوشته ایم: تو را در سر تا سر ایران شکوفا می کنیم. در پایان این نکته را هم ناگفته نگذارم که جای آقای دکتر شیخی، مسئول کمیسیون دانشگاه‌ها در شورای ملی مقاومت، در اینجا خالی بود. من از دکتر ساسان محدث که دیدار پروفسور رابرت رو ترتیب داد سوال کردم، گفت چون همه ترتیبات سریع انجام شده به لحاظ زمانی فرصت نبوده. در هر حال جای دکتر شیخی همینجا در کنار پروفسور رابرت محفوظ است. فکر میکنم ما با هم اشتراک نظر داریم که هیچ نیرو و هیچ قدرتی در جهان نیست که بتواند جلوی پیشرفت علم و آزادی را بگیرد. باز هم از حضور شما متشکرم.